دعوت میکنم از ناطق بعدی جناب آقای علی مطهری نماینده محترم مردم شریف تهران، ری، شمیراناد، اسلامشهر و پردیس. بفرمایید جناب آقای مطهری. بسم الله الرحمن الرحیم. ایام میلاد پیامبر اسلام را تبریک میگویم. جشن میلاد پیغمبر اکرم در میان ما شیعیان نسبت به جشن میلاد حضرت مسیح در میان مسیحیان و جشن میلاد پیامبر اسلام در میان اهل سنت از شور و هیجان کمتری برخوردار است. گویی یک نوع تقسیم کار صورت گرفته است. بزرگداشت پیغمبر اسلام به اهل سنت واگذار شده و بزرگداشت ائمه اطهار به شیعه. این یک نقطه ضعف برای ماست که باید به همت روحانیت و رسانه ها اصلاح شود. نگاهی به برنامه های صدا و سیما در این ایام و مقایسه آن با برنامه های ایام نوروز از نظر شادی آفرینی این حقیقت را آشکارتر و این شائبه را تقویت می کند که شادی ها مخصوص مناسبت های ملی و غم و اندوه ویژه مناسبت های مذهبی است. در خصوص وحدت اسلامی متاسفانه پیشرفت چندانی نداشته ایم، بلکه پسرفت داشته ایم و دشمنی ها بیشتر شده است. علت اصلی آن این است که بیشتر حرف می زنیم و کمتر عمل می کنیم. وقتی از وحدت اسلامی سخن می گوییم اما اجازه ساخت یک مسجد در تهران را به اهل تسنن نمی دهیم، روشن است که دلها به هم نزدیک نمی شوند و آنها نیز در مکه و مدینه تلافی می کنند. اگر اقداماتی نظیر آنچه رهبر انقلاب در کردستان فرمودند که مردم آن سامان مجازند از آن خود را بشنوند صورت گیرد، آنگاه آثار خیر آن را خواهیم دید. تأثیر تندروهای دو طرف نیز آشکار است. از آن سو شیعه را مشرک می نامند و مبارزه با او را مقدم بر مبارزه با کفار معرفی می کنند و از این سو برخی مداحان صرفاً بر طبل تفرقه می کوبند و حتی در ایام رحلت یا میلاد پیامبر اسلام به جای آن که از مناقب آن حضرت بگویند از مصائب حضرت زهرا و مسائل تفرقه انگیز می گویند. در میان علمای شیعه و سنی وظیفه سنگینی در نفی تحریف مبتلان و مبارزه با بدعت‌ها دارند. اگر وحدت اسلامی آنگونه که مرحوم آیت الله بروجردی و امام خمینی و شهید آیت الله مطهری و رهبر انقلاب بیان کردند دنبال و بیشتر بر مشترکات و تشکیل جبهه واحد در مقابل دشمن مشترک تاکید می‌شد، امروز زمینه پیدایش گروه‌هایی مثل داعش و القاعده وجود نداشت. ترورهای اخیر در پاریس را محکوم می‌کنیم، اگرچه اقدامات مکرر نشریه شارلی ابدو در انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام نیز محکومانها از جمله صدا و سیما راه افراد پیمودند و بر طبل تفرقه کوبیدند و ماهیت نهدهی را آنگونه که دوست داشتند معرفی کردند، در حالی که همه می دانند در نهم دی سال 88 مردم با قطع نظر از تخلفات دو طرف فتنه به دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی پرداختند. اگر بخواهیم روز نه دی را مظهر تفرقه میان ملت قرار دهیم، دیگر یوم الله نخواهد بود بلکه یوم الشیطان خواهد بود. تذکراتی به دولت دارم. یک، بهتر بود دولت محترم در مسئله برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به جای مجادله با مجلس و ایجاد تنش در کشور صداقت به خرج می‌داد و به اشتباه بانک مرکزی و سپس تلاش برای جبران آن اعتراف و سپس عذرخواهی می‌کرد. از این دولت انتظار نداریم که روش‌های دولت گذشته را تکرار کند. دو، از وزیر محترم راه و شهرسازی می‌خواهم مسئله صدور مجوز پرواز هواپیماهای شرکت صهیونیستی اوکراین اینترنشنال بر فراز ایران را که مورد تحریم کشورهای عربی است بررسی و نتیجه را به اطلاع ملت برسانند. سه، چندی ماه است که معاون سیاسی وزارت کشور مشخص نشده است. این امر کفایت وزیر محترم کشور را زیر سوال برده است.
لازم است در اسرع وقت یک فرد فراجناحی یا لااقل مستقل و بدون تعصب گروهی برای این سمت معرفی شود. همچنین سال گذشته وزیر کشور به خاطر جدی نگرفتن مسئله عفاف و حجاب از مجلس کارت زرد گرفت و به او هشدار داده شد که از رسمیت یافتن پوششی به نام ساپورت در خیابان‌ها جلوگیری کند، اما وی این امر را به شوخی برگزار کرد و امروز شاهد رواج آن هستیم. بدیهی است که مجلس همچنان این موضوع را دنبال خواهد کرد. از شهرداری تهران و پلیس راهور که اخیراً به رعایت خط عابر پیاده توسط راننده و عابر و نیز حرکت خودروها بین دو خط اهتمام ورزیدند تشکر می‌کنم، زیرا وضعیت رانندگی ما در دنیا اسفناک است و در رتبه‌های آخر قرار داریم و این زیبنده جمهوری اسلامی نیست. درخواست می‌کنم مسئله انضباط موتورسواران نیز با همین جدیت دنبال شود. برگزاری جشنواره مردمی فیلم عمار از این نظر قابل تمجید است که عده‌ای دلسوز فرهنگ و هنر کشور که ایدئولوژی و هنر را قابل جمع می‌دانند، به جای آه و ناله از وضعیت سینمای کشور خود وارد عرصه ساخت فیلم شدند و عملاً فیلم مطلوب خیش را به نمایش می‌گذارند. این حرکت بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است و قطعاً در صنعت سینمای کشور اثرگذار خواهد بود و لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این افراد حمایت کند. این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی تشکر مطهری دیگه آیان اجازه بفرمایید دوستان اجازه بفرمایید جناب آقای مطهری اجازه بفرمایید. خود جناب عالی در فضای اجازه بفرمایید همکاران محترم تشکر به همکاران اجازه جناب آقای مطهری، جناب عالی در فضای واقعی کشور قرار دارید که اون چه در مورد این افراد انجام شده با نهایت رأفت و رحمت اسلامی و با توجه به مصالح ملی انجام شده و اگر اراده نظام بر رأفت و رحمت نبود قطعا به گونه دیگری انجام می شد. شما وقتی در جریان این واقعیت هستید، این گونه احکامی که تصمیم نظام بر انجام او تعلق گرفته و بر اساس احکام قطعی شرعی اختیاراتی که قانون اساسی تبیین فرموده شکل گرفته، این گونه طرح بحث کردن خب اعتراض عمومی همه نمایندگان مردم را داره و نمایندگان مردم هم نمایندگان ملت عزیزن. این است که باید رعایت بشه. از جناب عالی انتظار میره که مصالح ملی، احکام شرعی، قانون اساسی رو آجا وقت هم الان 2 دقیقه گذشته تا وقت ایشون بخشش آجا وقتتون آید تموم شد. آقای دکتر جنبندی کنید شما بفرمایید بیدیدش بفرمایید اولا که وقت من 2 دقیقه باقی مانده بفرمایید و جناب آقای ابو ترابی هم بهتر بود که بعد از نطق من این صحبت رو میفرمایید. نه آخه شما صحبتی میفرمایید که اصلا انضباط مجلس رو به هم میریزه. نباید به هم بریزه. نه باید رعایت بشه.
شما باید در مذاکرات و صحبتتون طوری صحبت کنید که انضباط جلسه حفظ بشه. بفرمایید. هر کسی آزاد نظر خودشو اعلام کنه. بفرمایید. بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی و ادامه آن را به زیان انقلاب اسلامی می‌دانم. معتقدم در این زمینه شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و قوه قضاییه کوتاهی کردند. همه می‌دانند. اجازه بفرمایید دوستان. همه می‌دانند که من هیچ تعلق خاطری به آقایان موسوی و کروبی ندارم. و در انتخابات سال 88 نیز به آقای رضایی رأی دادم. هدف این جانب دفاع از یک موضوع بزرگتر آن رفتار اسلامی با منتقدان حکومت است. اجازه بفرمایید. بفرمایید آقای مطهری. بنشینید آقا جون. بفرمایید. اجازه بفرمایید دوستان. آی حسینی، آی نعمتی، آی مطهری. من جلسه رو فعلا ختم می‌کنم.